آدم دیگه بیا جلو. ببینید من محسوسشم کردم که این مدلی هم ببینید. من این مدل درستی چوبیا داریم. گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه، دلتون خوش و تنتون سالم. من امشب میخوام یه مدل ساندویچ درست کنم، ساندویچ روست بیف که به روش خودم هست. دوستانی که حرفه‌ای هستن واقعا توی آشپزی و اینا، اگر میبینن جایش اشتباه میکنم به من بگن، چون من چند ساله این مدلی درست میکنم و خدا رو شکر طرفدارای زیادی هم تو خانواده ما داره. ترجیح دادم که چون این ساندویچ خوشمزه میشه و خوشخوراک، روشم رو با شما به اشتراک بذارم. ما برای این ساندویچ گوشت گوساله داریم که کاملا با پیاز و ادویه میپزیم، که من برگ بو چوب و دارچین هم میریزم داخلش و میذارم بپزه. قارچ داریم و همچنین پیاز داریم که برش های نازک نازک میزنیم. قارچ ها رو هم اسلایس میکنیم تا بریم برای ادامه ساندویچ. خب اینجا گوشت من ریش ریش شد و یک لیوان شیر، دو قاشق غذاخوری آرد گندم و من یک لیوان از آبی که اضافه اومده، یعنی آبی که پخته شده با گوشتمونم جدا گذاشتم، کارش دارم. با یه دونه کره آب لیمو هم آوردم که میخوام قارچا رو تفت بدم سیاه نشه. حالا ما مایتابه رو میذاریم و روغن رو میریزیم داخل مایتابه. خب قارچا رو میریزیم توی مایتابه. مقدار این غذا من همینطوری، خب چون همیشه خودم همینطوری درست میکنم، دقیقا مقدارشو نمیدونم، ولی دقت کردم که ببینم چقدر به شما بگم. مثلا ما 4 نفریم، نیم کیلو گوشت گوساله و تقریبا نیم کیلو قارچ، دیگه شیرم که گفتم یک لیوان شیر، 2 قاشق غذاخوری آرد، آب گوشتمونم که بیزاریم که تقریبا تا گوشتمون بپزه همون 1 لیوان آب میمونه، و پیازم دیگه با سلیقه ای، پر پیاز دوست دارید بیشتر بزنید، دوست ندارید کمتر بزنید، ولی خب خوشمزه‌اش می‌کنه. و کره هم لازم داریم که من الان یادم افتاد این قارچ رو باید تو کره سرخ می‌کردم، روغن ریختم، ولی خیلی کم ریختم روغنو، الان یکم کره هم اضافه می‌کنم، حواسم نبود. خب من یه کره 50 گرمی دارم، باز می‌کنم، نصفش رو برای قارچمون برمی‌دارم که اون اول باید می‌رفتم فراموش کردم، و آب لیمو هم که می‌دونید وقتی که دارید قارچ رو درست می‌کنید بهش آب لیمو بزنید که سیاه نشه. من یه مقال ندارم، آب بوره می‌زنم، همون کار آب لیمو رو می‌کنه. قارچ هم با شعله زیاد ما همیشه تفت میدیم که سریع آبش جمع بشه. حالا توی این فاصله من میخوام پیاز داغامو سرخ کنم که یه دونه تابه دیگه میذارم، و میخوام با کره، یعنی نصف کرمون برای سرخ کردن گوشتمون و پیازمونه، و چون کره خالی زود میسوزه و برای حالا سرخ کردن پیاز یکم حالا زمان میخواد ممکنه بسوزه،
این چند قطره روغن میگن با کره مخلوط کنید برای این کار که باعث میشه که دیگه کرمون نسوزه. به خاطر این من یک کم روغن میریزم و نزده نصف قاشق غذا خورید و نصف کرم هم اضافه میکنم. خب قاشمون داره سرخ میشه، پیازمونم ریختم که سرخ بشه و گوشت اضافه کنم. پیاز ما در حال تفت داده شدنه، قارچمون به روغن افتاد، آبش تموم شد. الان ما به این قارچ آرد رو اضافه میکنیم، یعنی مایتابه رو، قارچ رو میزنیم کنار، آرد رو اضافه میکنیم، یه تفت کوچولو آرد رو. ما آرد رو داخل این قارچ تفت میدیم یکم. الان من آبیشن و فلفل سیاه هم یکم اضافه میکنم، یکم زیر شکم کنم که خیلی سیاه. خب فلفل سیاه و آبیشن، فلفل قرمز هم میتونید بزنید، یکم نمک هم بزنم. تفت میدیم، یکم که تفت خورد شیر رو اضافه میکنیم. من شیر رو اضافه کردم آردمون که تفت خورد. الان با شعله ملایم ما صبر میکنیم تا غلظت بگیره موادمون، این شیر تبخیر بشه با اون آرده غلظت بگیره. ببینید کم کم داره غلیظ میشه. من الان آب گوشتم اضافه میکنم. خب یکم که شیرمون داشتی که غلیظ میشد آب گوشت رو اضافه میکنیم و باز همینطور میذاریم با شعله متوسط رو به کم، موادمون با هم بجوشه و غلیظ بشه. شنیدم الان گرفته بودم این سبزای پیازو، ولی این فرار کرده بود از دستم. شنیدم که میگن وسط پیاز که این حالت سبز شده هست و استفاده نکنه. من قدیم یادم مادر بزرگم اتفاقا خیلی هم میگفت خوشمزه از استفاده میکرد، ولی جدیدن دیدید که خیلی حالا بحث ها میشه در این مورد. من شنیدم میگن استفاده نکنه و منم دیگه ترجیحاً استفاده نمیکنم. خب همینطوری که میبینید این آب گوشت و شیر و اینا غلظت گرفت توی قارچمون، شعله هم کم بود قارچمون قشنگ پخت، و همچنین اینم با شعله کم که پیازمون در حین تفت دادن بپزه و نرم بشه. و من حالا گوشت رو اضافه میکنم به پیازمون. من گوشت رو وقتی پختم نمک نزدم، الان توی سس قارچم نمک زدم و الانم که میخوام این گوشت رو توی پیاز تفت بدم یه کوچولو بهش نمک میزنم. بقیه ادویه رو که ریخته بودم توی آبش. ما کامل با پیاز گوشتمونم تفت میدیم یکم. ما الان همونطور که گوشتمون تفت میخوره بهتون بگم، من خودم مدلی که درست میکنم ساندویچ واسه بچه ها، این که دیگه غلظت گرفت خاموش کردم، یک کم حالا نمیذارم اونطوری سفت سفت بشه چون خنک که میشه باز سفت تر میشه، و در آخر این دوتا رو با هم مخلوط میکنم که برای بچه ها راحت ساندویچ کنم بخورن. ولی شما میتونید، یعنی من چند جای دیگه هم دیدم که اول ساندویچ رو باز میکنن و این مواد گوشتی رو میریزن داخل ساندویچ و بعد این سس قارچ رو میدن روش. دیگه شما هر جوری که دوست دارید درست کنید، ولی دوتاش یه مزه میده چون وقتی که میخورین با هم دیگه مخلوط میشه.
این اون ساندویجی رو من باز کنم. گوجه هم خورد کردم که کسان که دوست دارن با گوجه بخورن، با خیارشور هم میشه بخورید، کلا دیگه بقیهش سلیقه‌ای. خب پس یه روشش این بود که توی نون ما اول از این گوشت میریزیم، روشم از این سس قارچ میریزیم. اینم از ساندویچ رستیف ما که من یه موقع ها برای حالا مهمون هست و اینا ترجیح میدم اول گوشت میریزم بعد مثلا سس قارچ، یکم هم دوباره روش گوشت میریزم که وقتی که میبرم خیلی خوشگل میشه قیافه ساندویچ ها. اینم از ساندویچ رستیف، امیدوارم که شما هم درست کنید و دوست داشته باشید. ببینید من مخلوطشم کردم که این مدلی هم، ببینید من این مدلی درست میکنم و برای بچه ها راحت ساندویچی میکنم. خب این کوکوی سیب زمینی هم مامان درست کنه که ببریم با نون ساندویچی کنیم ببریم توی راه بخوریم. نونو دیگه یکم کلم و با گوجه و خیار آماده کردیم، خیارشور، که ساندویچی کنیم و راحت ببریم. ما اینجا وایستادیم نهارمونو بخوریم. این هاپوهای خوشگل توپولو اینجا هم خاله هم داره بهشون غذا میده. بیاید شما هم بیاید. شیطونی میکنه نمیده عکس. یک دو دانی یه رو بشه بسه بیا بسه بیا بسه بیا بسه بیا بسه بیا بسه بیا بسه آره یاد قدیم بذار بیشه ما هشته یاد قدیم ها بخواه بیدن ماشینمون. آره واقعا دوستای قدیمی آقا با بیار که بکنم جسد سلاسه تو خورم سیر اول نموشه رو کنیم آقا Mesmo, essa tá.
علی آقا چطوره؟ خوبه. علی آقا مامان مریض بوده نیومده؟ ایشالله خوب میشه میاد. این هم ساندویچ ما بربری های محمود آقا. هندونه رو داشته باشه. هندونه هم آوردن. این هم کوکوی محمود خانم که توصیه شده بخوریم چون خیلی خوب باکس هم داریم. آره تازه ما ساندویچمون ترکیبیه. ما چند سال بود اینجوری نیومده بودیم مسافرت، همینطوری خودمون اومده بودیم رفته بودیم. ولی با محمود آقا اینا که قرار گذاشتیم امروز، یاد واقعا قدیما چندین سال پیش افتادیم که ما بچه بودیم بابا اینا قرار میذاشتن با محمود آقا میرفتیم شمال. این خوریا توجه مامانو جلب کرده چون قدیما از اینا مادر بزرگم داشت. بپرس بپرس اون چند سلام بپرس اون چند بپرس اون وسطی انگولی Thank you.
تون. من بگم بگیری میگردم من پایی دو دیگه بگیری بس چون مایه هم بگیری مثل گوشت گوشت رو تو بگیری سوی بگم مایه مثل گوشت رو برمان نه کنی مایه الان 5 سال مال 4 سال 5 سال بیشه. من شاید من هم نایی من این سر ماشین بزنم بیام بامیه اینا چه ماهی اسمش چیه؟ ای بود خدا سفید کفو دریا داریم اینجا سفید سفید زنده هم داریم اینجا ملی بودم این زنده چی مخواه دیگه خواه؟ سبزی بس کلو بگیرم از سبزی کلو بگیرم، حالا دیگه بگیرم بگیرم
یه وانت باید شده نیست نمی سرده به نمی بود بیا ماما قابلمه مسی یه قدیمی هست آره با آره. این که سوزان شکل قدیمی قابلمه مسیه مسی قدیمی با چقدر مغازش مسی قشنگی داره ۱۵۰ ۳۰۰ جان نه نه از شما نگیر از این چند گل چوبیه داری؟ جدیده ولی خب کار زشته چهار ست همه نیست آه کتری با مزه است. این صدا چنده؟ قاشقای مسی. قاشقای مسیه. همان هر مسی. اینم از دریای سیسنگان گفتم بیام از نزدیک براتون فیلم بگیرم دریای قسمت ساحل سیسنگان خیلی خوشگله
تبلیغ دادم این سفری که داریم میایم. حالا همیشه از خونه خاله و اینا میگرفتم، ولی از آماده سازی قبلش، حالا ساندویچی که میخواستیم توی راه بخوریم، اینا رو براتون گرفتم. دریای سوسنگان هم گرفتم با بازار محمودآباد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و اینکه اینجا اگر ما موندیم با مامان اینا، حتما دوباره براتون از شهرهای دیگه کلیپ بگیرم. مرسی که تا الان همراه هم بودید. سابسکرایب و زنگوله یادتون نره. خدا نگهدار.